خدمت از عزیز سلام عرض می کنم پنجشنبه نهم نوامبر ساعت 7 و 5 دقیقه هستش در خدمتتون هستیم امروز مجدد در رابطه با صحبتی که در رابطه با زمین مورگیج و مسکن صحبت خواهیم کرد خدمتتون امروز میخوام در رابطه با همونجور که هفته قبل گفتم راجع به کانستراکشن مورگیج براتون صحبت بکنم بتونه سوالاتی هم که اگر دارین در خدمتتون باشم ولی قبل از اون قول داده بودم هفته پیش که سوالایی که تو این دو هفته گذشته انجام شده بود براتون یه ریویوی بکنیم سوال عمدتا در رابطه با استرس تست بود که دوباره سوال شده بود که این چجوری ورک میکنه براتون بگم بعد راجب کالکشن برای کردیت صحبت شده بود سوال کرده بودن دوستان و همینطور سکن مورگیج و چند سوال راجب سلف امپلوید بود البته من هفته پیش سلف امپلوید رو به طور تقریبا کاملی توضیح دادم ولی حالا اگر وقت بشه امروز راجب اون هم صحبت خواهم کرد استرستس یه موضوعی شده که الان همه دارن راجبش صحبت میکنن و به عبارتی خیلی میخوام بدونن که این داستان به چه صورته من هفته پیش و هفته قبلش هم توضیح دادم خدمتتون که استرسس چه کار میکنه ببینید کلا تو قانون جدید که از ژانویه فرست 2018 به سلو وارد میشه تو با مارکت به این صورت هستش که شما اگر بخواین برای مورگیج اپلای بکنین بایستی با بنچ مارک بنک آف, آف کندا ریت کوالیفای بشی یا اینکه با کانترکت ریتتون به اضافه دو درصد حالا هر کدوم بشه که بالاتر باشه مثلا فرض کنید الان بنچمارک مارک بنک آف کندا 4.99 هست و خدمت شما شود که فکر کنید شما اصلا باید با 499 کوالیفای بشین برای مورگیجی که میخوایم بگیرین بعد به خدمت شما شود که اگر کانترکت ریتتون مثلا سه و فرض کنید نیم هست دو درصد بهش اضافه کنید میشه پنج نیم حالا با 499 باید کوالیفای بشین یا پنج نیم طبیعتا با پنج نیم اگر کانترکت ریتتون مثلا فرض کنید دو باشه دو نیم باشه بعد به اضافه دو بکنید میشه چهار نیم طبیعتا با بنچمارک باید کوالیفای بشید این این برای کوالیفیکیشن هست حالا سوال جالبی که شده بود که من خلاصش کردم براتون آوردم خدمتتون این هستش که ببینید سوال خیلی قشنگی شده بود یکی پرسیده بودن که اگر ما بخوایم فرض کنید این قانون از روز اول ژانویه به صلا به مارکت میاد اگر ما قبل از این قبل از ژانویه فرست این حرکت رو به خونه بخوایم بخریم و به صلاح اپرووال گرفته باشیم چه اتفاقی میفته ببینید اگر اپرووال یا کامیتمنتی که شما میگیرین قبل از ژانویه فرست باشه یعنی تو دیسمبر شما رفتین مورگیجتون رو گرفتین اپروف شدین ولی کلوزینگتون میفته بعد از ژانویه حالا فرض کنید آخر ژانویه یا فوریه خب شما این قانون جدید مشمول حالتون نمیشه با قانون قدیم بیرین اگر پرچس اگریمنتی که دارین تاریخ پرچس اگریمنتتون یعنی زمانی که شما آفر رو گذاشین قبل از ژانویه فرست باشه این میتونه اکسپشن براش گرفته بشه و طبق قانون قدیم برین جلو برای کوالیفیکیشن برای کسایی که ریفایننس دارن میکنن اگر ریفایننس داری میکنین و ریفایننستون افتاده یعنی کامیتمنت رو گرفتین ولی تون مثلا فرض کنید افتاد بعد از ژانویه فرست این قانون جدید بهش تعلق میگیره برای ریفایننس هر چه سریعتر قبل از ژانویه انجامش بدین چون ریفایننس خب طبیعتا فرق میکنه مثل پرچس نیستش که شما تاریخی براش گذاشته باشید توصیه من به شما اینه که اگر دارین ریفایننس میکنین حتما دیلتون رو قبل از ژانویه کلوز بکنید نذارید بیفته اونور به این فکر باشین که چون حالا کامیتمنت دارین اپرووال گرفتین حالا کلوزتون بیفته اونور سال مثلا میتونیم با قانون جدید برید من فکر نمی کنم این رو بهتون بدن برای همین برای ریفاینانس از هاتون اگر هستش سعی بکنید قبل از ژانویه کلوزش بکنید یه حالتی دیگه ای هم که سوال شده بود و خیلی سوال قشنگی هم بود یکی از دوستان پرسیده بودن این بود که اگر شما فرض کنید پرچس دارین و فرض کنید که کلوزینگتون حالا به هر دلیلی البته اپرووال قبل از ژانویه گرفتین تو دیسمبر گرفتین و فرض کنید کلوزینگتون مثلا فرض کنید حالا مثلا تو خود دیسمبر بوده بعد اومدین به هر دلیلی نتونستین این رو کلوز بکنین یه امندمنت گذاشتین روش افتاده دو ماه بعد میفته تو سال جدید این چه حالتی پیش میاد بر چون امندمنت دارین میگیرین برای ترانزکشنی که قبلا رو قبل از قانون جدید گرفتین به شرطی که به شرطی که باروئر یعنی کسایی که خونه رو خریدن و مورگج گرفتن همونا باشن و پراپرتی هم همون پراپرتی باشه که شما رفتین و براش مورگج گرفته اگر این حالت باشه و امندمنت بگیریم بیفته برای مثلا دو ماه سه ماه بعد مشمول قانون جدید نمیشین این هم یکی از سوال خیلی خوبی بود که خیلی خوشحالم که اینا پرسیده بودم. در رابطه با سایر چیزهایی که حالا توی قانون جدید هستش اگر گفتم تصمیم به خرید خونه دارین و اگر فکر میکنین که ممکنه با قانون جدید استرس تست شما به مشکل بخورین برای کوالیفیکیشنتون هرچه زودتر حداقل کاری که میتونین بکنین اونایی که ریفایننس هستن سعی بکنید ریفایننس رو قبل از ژانویه 1 انجام بدید چون ریفایننس اگه بیفته اونور سال به خاطر اینکه پرچس ترانزکشن نبوده احتمال خیلی زیاد هست که مشمول قانون جدید بشید به این به قول گفتنی به این امید نباشید که حالا چون ما اپرووالمون رو گرفتیم قبلش و مثلا سال جدید داریم میاد چون ریفایننس هستش و اپرووال داریم پس سال با قانون قدیم میره این احتمالش خیلی زیاد هستش که دیلتون رو کنسل بکنم و بخوام با قانون جدید برم پس خواهشان اگر ریفاننس دارید میکنین حتما مطمئن باشین که دیلتون قبل از ژانویه فرست کلوز بشه پرچس نه اگر پرچستون قبل از یعنی توی امسال 2016 تاریخش 2016 باشه و شما اپلای کرده باشین برای مورگج و کامیتمنت گرفته باشین و بیفته کلوزینگتون اون سال با قانون قدیم میرین جلو اگر پرچس ترانزکشنتون دیتش بیفته برای بعد از ژانویه طبیعتا با قانون جدید بعد برین جلو این راجع به استرس سوالی بود که هفته پیش برای من اومده بود گفتم که به خدمتون بگم که داستان به چه صورت خواهد بود Uh, یکی از سوالای دیگه که راجع به استرس البته من اینا رو کاور کردم هفته پیش ولی باز یه سوال دیگه ای که اومده بود حالا بعد نیست چون استرسس یه چیز جدیدی هست داره مارکت مردم تا بخوان با این آشنایی پیدا کنن تا سوال زیاد هستش uh, یکی دیگه از سوالا این بود که فرق اینی که الان هستش با استرسس که مثلا قرار توی سال جدید بیاد چیه چه فرقی داره که الان مثلا ما بایستی اگر قرار خونه ای بخریم زودتر کلوز بکنیم ببینید فرقش به این صورت هستش که شما اگر فرض بکنید با من با مونو لاین ها صحبت نمی کنم برای اونا صحبت نمی کنم اونا به خاطر اینکه بالک اینشورنس می گیرن طبیعتا بایس شما رو با ریت بنچمارک مارک ریگاردس که چقدر دام پیمنت میذاریم کوالیفای بش من دارم راجع چارتر بانک ها صحبت می مثلا اسکوشیا بانک مالشار رو، روی بانک و فکر می کنم همه گفتم این چارتر بانک ها به خاطر اینکه تو قانون قدیم که بخوایم صحبتش رو قانونی که الان هستش اگه شما مثلا فرض کنید 20 درصد بذارید با امورتیزیشن سی ساله الان میتونید کوالیفای بشین نیازی نیستش که اگر بخوایم 5 ساله فیکس بگیرین شامل حال اون استرس تست بشید یا اون بنچمارکی که الان هستش برای اینشورد مورگیج رو تعلق می کن... استفاده میکنم بشین تو این حالت طبیعتا وقتی که با ریت پایین تری کوالیفای بشین برای مورگج دلار ولیو دلار امانت بیشتری شما کوالیفای میشین که مرگج بگیری تو حالت جدید اگر بخوایم بریم با ریت بالا بخوایم کوالیفای بشین طبیعتا مورگج امانت کمتری کوالیفای فرق عمدهش اینه البته من فکر میکنم یه تغییراتی در آینده حالا تا بخواد مارک خودشو رو اجاز بکنه انجام بشه فکر میکنم حالا این چیزی که حس من هستش حالا ممکنه بشه ممکنه نشه فکر میکنم اعتمالش هست اعتمالش هستش که امورتیزیشن تایم رو که از مثلا الان مکسیموم سی ساله هستش ببرم بالا حالا الان روی این هستش که رو اگه بخواد بره روی رو رو تست استرس تست و به سر قانون جدید بخوره رو 25 سال بخوان حساب بکنن کلکیولیت بکنن کوالیفیکیشن شما رو ولی من فکر میکنم که برای اینکه بتونه یه کمک هم بکنم به کسایی که صورت میخوان مورگیج بیشتری بگیرن بیشتر کوالیفای بشن ممکنه ممکنه که امورتیزشن رو اینکریز بکنن از 25 به 30 35 حالا یا 40 حالا باید دید که به چه صورته احتمالش هست ولی میگم این چیزی که فکری که من دارم میکنم هنوز به بازار نیومده ممکنه که همچی اتفاقی بیفته اگه اتفاقی بیفته خب طبیعتا یه مقداری در رابطه با گرفتن وام بیشتری خود کمک میکنه به کسایی که بخوام وام بگیرن با کوالیفیکیشن جدید سالی دیگه هم که من دستبندی کردم که امروز راجع به صحبت بکنم در رابطه با کردیت بود ببینید کردیت خیلی مهم هستش کردیت الان من دارم فکر کنم برنامه ششم هم هستش که دارم صحبت بکنم برای شما تمام پروداکت ها تمام به اصطلاح که داریم صحبت میکنیم برای مورگج طبیعتا کردیت توش نقش اول رو بازی میکنه که کردیت باید چجوری باشه چند تا سوال داشتم سوالای خیلی خوبی بود در رابطه با اینکه اگر شما بدهی داشتین و بدهیتون رو ندادین چه تاثیر رو کردیتون داره کردیتتون چجوری انجام چجوری؟ تأثیرش رو کردیتتون چجوری هست ببینید اگر شما بعد دد بهش میگم مثلا داشته باشی فرض کنید یه کردیتی رو شما یه بدهی روش داشتین و این بدهی رو ندادین خب یا لیت پیمنت داشتین به عبارتی این لیت پیمنت ها خب طبیعتا روی اسکور شما اثر میذاره و وقتی اثر بذاره خب کسی که کردیت شما رو نگاه میکنه از دید یک لندر به این مسئله توجه میکنه که شما خوش حساب نیستین و نمیتونین مسئله فرض کنید با ریت خوب از بانک ها مثلا مرگش بگیر حالا یه دونه داشته باشین مثلا دو سال پیش بوده سه سال پیش بوده رقم کوچیکی بوده که مثلا میس کردی اونا رو میشه توضیح،, توضیح, داد و اکسپشن روش کرد ولی اینکه مثلا فرض کنید چند تا کردیت باشه که شما همچین داستانی داشتین بعد بخوایم براش توضیح بدیم که اکسپشن بگیم خود مشکل هست یکی از سوالا این بود که کسایی که به کالکشن کشیده میشن اونا داستانشون به چه صورته ببینید توی اه کالکشن وقتی به کالکشن شما برسین چه اتفاقی براتون میفته زمانی شما به کالکشن به صلاح میرسین که شما یه بدهی دارین و اون بدهی رو ندادین و حالا یه ما گذشته دو ما گذشته بستگی به اون کردیتوری داره که شما دارین باش کار میکنین اگر شما رو به کالکشن اجنسی بفرستن و برای اینکه بخوان اون بدهی رو که شما بهشون بدهی دارین وصول بکنن طبیعتا کالکشن اجنسی ها میان سراغتون باهاتون تماس میگیرن که مثلا این پیمنت رو باید بدین نمیدونم بیا ستلی بکنین که زودتر این پی بکنین خیلی از هموطنان ما هستن که اینو به حالا سهل انگاری میگیرن نمیدونم آسون میگیرن مثلا فکر میکنن که حالا اصلا ندن چی میشه مهم نیست نمیدیم بزنین کالکشن بیاد کالک بکنه اگه تونست بیاد کالک بکنه این صحبت هایی ازش که من میبینم ها. یعنی بچه های گری مشتری که میار ما صحبت میکنم باشون بعد میگن که ما نمیدونیم که اینقدر سیریوس هستش که همچین داستانی برامون پیش بیاد اگه همچین داستانی پیش بیاد براتون حتما بهتره که پی بکنین اون بدهی رو که داریم یه سریال نوشتن توی یکی از سوال که بود من از سوال ها دسته بندی کردم امروز آوردم گفته بودن که ما کالکشن ایجنسی رفتیم و پی هم نکردیم ولی کردیتون تمیز شده مثلا مشکل دیگه نداریم دیگه هم به همون زنگ هم نزدن و مشکل کردیتی نداریم بعد گفتن که ولی استاتس مثلا فرض کنید کردی ریپورت اونو که حالا من بعدا سر نگاه کردن خودشون نوشته که مثلا ریتن آف خب این ریتن آف به این معنی که شما پول دادین حسابتون بسته شده چیز خوبی نیست یعنی اینکه اون کردیتوری که از شما پول میخواسته و شما طلب بدهکار بودین بهش قرار بوده پولشون رو بهشون بدین ندادین گیواب کردن یعنی از طریق کالش ایجنسی هم نتونستن از شما مثلا پول بگیرن بعد رفته تو حساب حالا آمیانش تو حسابداری بخوام حساب بکنیم میگن بعد حسابا مثلا خب اینا رو کلیر کردن در دفتر خودشون ولی تو حساب کریدیت شما کلیر نشده زده ریتن آف ریتن آف معنی خوبی نداره یعنی اینکه شما بابت بدهی که داشتین به اون کریدیتور Uh, رفته کالکشن کالکشن هم نتونست از شما کالک uh, بکنه اون وچ رو و اینا گیواب کردن و زدن ریتن آف خیلی این چیز بدیه اگر توی تو کردی ریپورتتون شما دارین ریتن آف به تو توصیه بکنم چه سریع تر این رو ستلش بکنین با حالا کالکشن اجنسی بوده که با تو تماس گرفته یا اون کریدیتوری که حالا به سر گیواب کرده با اینکه به شما بخواد پول بگیره ازتون اینو حتما برین ستل کنین uh, بایستی اگر حسابی اکانتی رو شما میبندین خب یا تصویر حساب میکنین بایستی نوشته باشه تو کرید رپورتون اکانت پید او اکانت کلوزد خب اگر این دوتا باشه خوبه یعنی اینکه شما حسابتون رو کردین مشکل دیگه نداره اگر نوشته ریتن آف این معنی خوبی نداره بایستی هرچه سریعتر برین و اینو ستر کنید و پیش بکنین خیلی میگن که مثلا فرض کنید اگر حالا من اینکه دارم توضیح میدم نکات دیگه هم که تو کالکشن هستش تو کردیت هست من اینا رو خدمتتون بگم ببینید تو کالکشن ایجنسی که اگه شما بری حالا به هر دلیلی بدیت باشین حالا یه دلار باشه سی سنت باشه نمیدونم صد هزار دلار باشه فرقی نمیکنه اینا چیزایی هستش که تو کردیتون نشون داده میشه توی پیج اول یا پیج آخر کردی ریپورتتون اگر ببینید معمولا پیج اول یه سامری راجع به کردی ریپورتتون میزنه که کردیتون اصولا چه جوری هست چند تا R1 دارین چند تا R9 دارین چند تا R2 دارین کالکشن دارین پریویوس بانکراپسی دارین همه اینا رو تو اون خلاصه می نویسه بعد اون پایین یا اون صفحه آخر که کردی ریپورت برین اونجا زده یعنی توضیح داده که در سال فلان در تاریخ فلان یه همچین کیسی بوده مثلا به صورت کد البته هستش که بنکرپسی بوده یا کالکشن بد دد این می چیزایی می‌نویسن تو کریدیتون اگه یه همچین چیزایی دارین سعی بکنید اینا رو کلیر بکنید به خاطر اینکه بعدا اگر بخواید مورگیج بگیرین با حالا ریت خوب مشکل ساز میشه براتون حتی اگر رقمش کوچیک باشه مبلغ ناچیزی باشه یادتون باشه که برای یک دلار هم شما رو به کالکشن اجنسی میبرن اگر شما بدهی داشته باشین به کالکشن اجنسی، سعی کنید به کالکشن اجنسی نرسین اگر رسیدید سعی کنید حتما هر چه سریعتر اونو ستلش کنید پرداختش بکنید اکانتتون کلوز بشه اون اکانتی که شما حالا باش مشکل داشتین حالا بعضی از ها هم هستش که شما به درخواست خودتون کلوزش میکنید که اون یه چیز جداگونه ایه ولی تو کریدیت ریپورتتون لاین بای لاین که نگاه بکنید اون مثلا فرض کنید نوشته RBC Credit, Line of Credit مثلا یه اکان نامبر یا سه رقم آخر اکانتتون رو زده بعد زده لیمیتتون چقدر هستش بدهیتون چقدر هستش مینیمم پیمنتی که بعد بدین چقدر هستش بعد زیرش نوشته تاریخی که این مثلا باز شده کی بوده بعد لاست اکتیویتی مثلا تاریخش میزنه بعد اون زیر نوشته که فرکانسی پیمنت مثلا مانثلی بعد نوشته آن تایم پید از اگرید مثلا یا پر اگرید هر چی که هستش ولی اگه اینا رو زده باشه اینا چیزای خوبیه ولی اون پایینش ممکنه برسه مثلا R1 R2 R3 R4 یه هم چیزایی که بزنه اونجا نشون میده که شما لیت پیم R1 البته خوبه R2 R3 R4 زده باشه تو اینکه یعنی لیت پیمنت دارین رفته برای حالا بعدا اگر رفته برای کالکشن اون زیرش هم مینویسه توضیح اون کامنتی رو که زیر هر لاین کریدیت کارتتون یا کریدیت لاینتون که هستش مینویسه اونجا اون کامنت رو ببینید اون کامنت دقیقا بهتون میگه که الان استاتس کریدیت شما به چه صورت هستش اینو بهش توجه داشته باشید خواهش میکنم اگر قرار هستش که کریدیت شما خوب باشه که بتونید برای وام مسکن حالا اقدام بکنید و طبیعتا توقعتون این باشه که بتونید ریت بهتری بگیرید پروداکت خوبی بگیرید کریدیت خیلی مهمه بهش خواهش میکنم توجه بکنید که یکی از اون چهار فاکتور اصلی هستش که برنامه اول من راجع بهش صحبت کردم سوال دیگه ای که در رابطه با بدیت نوشته بودن برای ما فرستاده بودن بیشترش در رابطه با کالکشن بود یه مورد در رابطه با بانکرپسی بود همون پروپوزالی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم اون پروپوزال من یادم هستش که تقریبا کاورش کردم توی یکی از ب... فکر کنم برنامه سوم بود اگه اشتباه نکنم راجبش قشنگ توضیح دادم که به چه صورت این داستان کار میکنه ولی به طور خلاصه باز الان بخوام خدمتتون بگم این هستش که شما اگر رپسی داشته باشین پروپوزال داشته باشین یه پروسس خیلی به از استارت تا اندش بخوام براتون حساب بکنم شما یه پروپوزی میکنید که مثلا بانکراپسی اعلام بکنیم بانکراپسی که اعلام کردیم از طریق تراسی کمپانی شما با کریدیتوراتون در ارتباط قرار میگیرن اونا یه ستل میکنین که یه تاریخی حالا یه پریود زمانی یه سال دو سال سه سال حالا هر چی که هستش یه رقمی رو با هم ببخشید یه رقمی رو با هم دیگه توافق میکنید که این رقم پرداخت بشه تو این مدت زمانی و اون رو شروع به پرداخت کردن زبانی که پرداخت کردین تموم شد یا میتونین حتی زودتر هم پرداختش بکنه اگر اون رقمی که دارین اصطلاحا آخرین پیمنتی که دادین تو اون دوره‌ای که دادین اصطلاحا بهتون میگن دیسچارج شدین، بهتون یه دیسچارج لدر میدن اون دیسچارج لدر تاریخش خیلی مهمه تاریخ از اون تاریخ از اون تاریخ باید دو سال بگذره دو سال که گذشت تو این دو سال دو تا لاین کردیت هم باید داشته باشین مینیمم هم هر کدومش 1500 دلار باید باشه مینیممش حالا اگه این که بگین حالا اگه من بخوام برم بانک رفتم بانک بهم گفتن که بهت کردیت نمیدیم خب اونو چیکار کنیم راهش خیلی ساده است شما میتونید مثلا فرض کنید 2000 دلار 3000 دلار از پول خودتون به عنوان دیپوزیت بذارین توی کردیت خودتون اصطلاحا بهش میگن که سیکور کردیت کارت یعنی پول خودتون رو میذارین بهتون یک کردیت کارت میدن بعد با اون کریدیت شروع میکنین با کار به کار کردن که کریدیتتون به ساخته بشه دو تا از این کردیت ها حتما بگیرین حالا مینیمم میگم 1500 دلار بتونین 2000 دلار 2500 هر بیشتر هم باشه بهتر بذارید یه سکیوریتی دیپوزیت بذارید این کریدیت کارت ها رو بگیرید شروع بکنین کار کردن دو تا از کمپانی هایی که فکر میکنم بهتون خیلی بتونن به راحتتر تر بدن و تو این مرحله باشه کپیتال وان هستش و امریکان اکسپرس این دوتا کمپاری رو زنگ بزنین اگر تو این حالت هستین کردیت بگیرین کردیتتون استابلیش دو سال از تاریخ دیسچارج که گذشته باشه مشروط به این که کردیتتون رو دو تا ترید لاین داشته باشین که استابلیش کرده باشین میتونین بیاین برای مورگیج اپلای بکنین فقط هم برای پرچس نه ریفایننس از بانک حالا از کدوم بانک ها میتونین بگیرین از بانک میتونین بگین که تو دوره‌ای که شما اعلام بانکراپسی کردین یا پروپوز کردین اون بانک توش نبوده مثلا اگر با تی دی مثلا فرض کنید یکی از کریدیت هاتون که مثلا باش مشکل داشتین تی دی بانک بوده اگر دو سالتون هم گذشته حالا کریدیت هم استابلیش کردید دیگه نمیتونی بری به خود تی دی بگی من حالا مرگج میخوام تی دی نمیخواد باتون بیزینس بیزنس داشته باشه با یه بانک دیگه باید برید حالا اون بانک برای خودش یه پالیسی داره هر بانک برای خودش پالیسی داره مینیمم میگن دو سال حالا بعد ببینید اون بانکی که میخوان کار بکنید تو اون پالیسی اونا جا میشین یا نه بعضیشون میگن 5 سال بعضیشون میگن 6 سال بعضیشون میگن 7 سال خب دبل بانکرپسی هم خیلی مهمه اگر کسی دبل بانکراپسی داره اصطلاحا باز مشکل خواهد داشت یعنی بانک فکر نمی‌کنم به این زودی ها بهشون مورگج بده از بی صحبت کردیم در رابطه با بانکراپسی که اگر تو رپسی باشین تو پروسس بانکراپسی باشین میتونین مورگج بگیرین به شرطی که پی بکنین اون رقمی رو که بدهی دارین ولی خب طبیعتا چون کردیت ندارین با بالاتر میتونید مورگیج بگیرین و به صدا وارد بشین اگر دوست داشتین راجع به این بنکرپسی بیشتر بدونی خواهش میکنم برنامه دوم یا سوم اگه اشتباه نکنم حالا فکر میکنم دوم بود راجع به بانکرپسی من خیلی متر مفصل صحبت کردم فقط الان به خاطر یه سوالی بود من گفتم اینم برای توی توضیحی داده باشم آه آه یکی دیگه از سوالایی که هفته پیش صحبت برای من ایمیل فرستاده بودن در بودن سکل بود سکر مورگیج چجوری میشه گرفت و اصلا لیمیتش چقدر هستش ببینید این هم باز من توضیح دادم هفته دو هفته پیش فکر میکنم ولی باز چون میگم چیزی هستش که بر صورت ممکنه خیلی ها سوال داشته باشن باز این رو بکنم براتون سکن مورگیج شما معمولا میتونید روی مورگیجی که روی خونه از اسمش معلومه سکن مورگیج یعنی یه مورگیجی که میاد پشت فرست مورگیج شما میشینه مثلا شما اگه فرض کنید با یه لندر یه فرست مورگیج دارید مثلا فرض که خونهتون یک میلیون دلار میارزه بعد مثلا شما 400 هزار دلار روش مورگیج دارید با اون فرست مورگیج حالا اکوئیتی خونه 600 هزار دلار دارین میخوان یه سکن مورگیج بگیرین نمیخواید دستم به فرست مورگیجتون بزنین حالا به دلایل خاص خودشون ریتش خوبه یا الان شرایطتون جوری نیست که بخوایم اون بریک بکنیم پرانتی بخوایم بدیم میتونید سکر مورگج بگی سکر مورگج که بخوایم بگیریم قانونش اینه قانون کلیش البته مکزیموم تا 75% حالا بعضی از لندرها تا 80% هم میدن ولی اکثر لندرها تا 75% پراپرتی والیوتون بهتون لیمیت میدن برای مورگج خب اگر فرض کنید خونتون یک میلیون دلار میارزه 750 هزار دلار لیمیت شماست که بتونید روی خونه مرگج داشته باشید حالا میان میگن فرست مورگج چقدر دارید 400 هزار دلار پس 350 هزار دلار دیگه میتونید به عنوان سکر مورگج بگیرید خب حالا این سکر مورگج رو برای چی میخواین باز کوشش میشه کش اوت اکویتی معمولا نمیذارن بکنید اگر بخوام بکنید معمولا تا 200 هزار دلار بهتون میدن ولی میتونید روش سکیور لاین اف کردیت بگیرید اگر خواستید حالا اونم تا 250 هزار دلار حالا تا 300 هزار دلار بعضی موقع میده اگر بخوایم پراپرتی دوم بخرین و این اکویتی رو استفاده بکنیم واسه پراپرتی دوم بهتون میدن تا 400 هزار دلار هم میدن ولی قانون کلیش این هستش که سکند مورگج دلار امانتش نباید از فرست مورگجتون بیشتر شه حالا اون بحث 75% جای خودش داره که uh, 75% مثلا باید گلوبال لیمیتش هستش ولی رقم مورگیج سکند نباید از رقم مورگیج فرست بیشتر بشه اگر بخواید اکوتی زیادی از توی خونه بیارین بیرون که بخواید یه اینوستمنت پراپرتی بخرین مشروط بر این که اولا 75% گلوبال لیمیت کوالیفاید بشین دوما رقم مورگیج سکند بایستی کمتر از رقم مورگیج فرست روی خونهتون باشه اگر بیشتر از این میخوایم پول بکشیم بیرون بایستی ریفاننس بکنی وقتی ریفاننس بکنی یعنی اینکه اون فرست مورگیج رو پیاد بکنی یه مورگیج جدید بگیری که بشه فرست اون حالا باز خودش داستان داره که اگر این بخواین ای یه همچین بکنین یه کوتی بزرگی میخواین تو خونه بکشیم بیرون اینو برای چی میخواین اگر برای یه فرض کنید رنوویشن بخواین میجر رنوویشن بخواین یا مثلا فرض کنید اینوستمنت پراپرتی بخواین بهتون میدن اگر برای حالا کارهای دیگه بگیریم معمولا سقفش 200 دلار این هم داستان سکر مورگج بود خدمت شما شد که این من گلچینی کرده بودم از سوالای دو هفته گذشته که لط کرده بودیم برای من فرستاده بودین امروز میخوام در رابطه با کانستراکشن مورگج براتون صحبت بکنم که اصلا کانستراکشن مورگج به چه صورت ورک میکنه پروسسش به چه صورت هستش کسایی که خونه میخرن میخوان خونه هاشون به اصطلاح دمالیش بکنن یه خونه جدید بسازن من اگر وقت اجازه بده سعی می کنم که کل پروسس کانستراکشن مورگج رو براتون توضیح بدم البته سعی کنم تونتونم بگم که جانمونه چیزی ببینید شما یه خونه ای می خرید حالا طبیعتا باید خونه ای باشه که وقتی که می خرابش کنیم بسازین یه ارزشی داشته باشه ارزش افزوده داشته باشه لوکیشن uh, اون منطقه خیلی م... اون پراپرتی uh, خیلی مهم است که کجا شما میخواید این حرکت رو انجام بدید حتما با با یه ریلتوری که آشنا هست به اون منطقه که میخواین این کار رو بکنید یه مشورت داشته باشین یادتون باشه با ریلتورتون شما 50 درصد کار رو انجام بدید 50 درصد دیگرش با مورگج بروکر یا فاینانشال وازرتون هستش قبل از اینکه بخواین حرکتی رو انجام بدین حتما با فایننش ادوایزر و بروکرتون حتما یه چکی بکنید به خاطر که قوانین داره تقریبا هر ماه عوض میشه خیلی از پروداکت ها داره عوض میشه برای همین بایستی حواستون به این باشه که اگر چیزی عوض شده اپ باشین که حرکتی خواستین بکنین بعدا به مشکل برخورد نکنید فرض کنید که شما یه خوری رو خریدین قبلا یه منطقه خوبی هستش حالا تصمیم گرفتین که اینجا رو بسازی حالا ساختن یا میتونه میجر رنوویشن باشه یا میتونه دمالش بکنه یه خونه جدید بسازید. من الان در رابطه با خونه جدید بخوام صحبت بکنم در رابطه با رستوریشن یا میجر رنوویشن الان صحبت نمیخوام بکنم اینو حالا بعد اگر شد میذاریمش برای یه برنامه دیگه ای که توضیح بدم که اون به چه صورت کار میکنه الان ما داریم راج به این صحبت میکنیم که شما میخواید یه خونه ای رو دمالش بکنین و خونه جدید بسازید چه کار باید بکنیم خب طبیعتا شما رفتین کاراتون کردین آرشیتکتتون دیدین با پلانتون کشیدن رایینگتون رو انجام بدن پرمیتتون رو گرفتین همه کاراتون انجام شده الان پراپرتی آماده است که بیاد دمالش بشه برای اینکه دمالش بشه شما باید چه کاری بکنید که بتونین اگر احتمالاً کانستراکشن مورگج خواستین بتونین پول رو بگیرین که شروع بکنین به کار کردن خونه تموم بکنین طبیعتا تو این حالت شما یه مرگج احتمالا روی خونهتون دارید یا خونه رو خریدینش کش خریدینش یا هر چی دیگه وام روش ندارین یا اینکه نه یه وامی روش دارین ولی حالا میخوایم برین کانسترکشن هم بگیرین انجام بدین در دو حالتش تقریبا مثل همه فرق نمیکنه. از لحاظ اکویتی خب طبیعتا که شما خونه رو خریده باشین روش مرگج نشه خب بیشتری دارین ولی پروسسش یکیه ببینید برای اینکه شما بخواید کاری رو انجام بدین که روش کانستراکشن مورگیج بگیرید معمولا به این صورت هستش که شما اولین کاری که میکنید مطمئن باشین با بیلدری که دارین کار میکنین بیلدر ریسک انشورنس داشته باشه یا خیلی اصلا خودشون شروع میکنن به ساخت و ساز ترید های مختلفی دارن نهایتا شما باید یه انشورنسی داشته باشید که تمام جوانبی رو که حالا اون لندرها برای خودشون در نظر گرفتن رو کاور بکنه چرا اینو میگم به خاطر اینکه این بعضی از کیس ها هستن که مثلا من دیدم توی کیس کانستراکشن یک اینشورنسی رو گرفتن به عنوان بیلدر اینشورنس و این از چیپ ترین مثلا تو مارکت بوده فرض کنید مثلا چیز خوبش سالی 5000 دلاره ماهی 2300 دلار بگو 400 دلار مثلا حالا بعد چیپتر از اون هستش مثلا 150 دلار 200 دلار هستش معمولا همین از طرق چیپ و میگن که بریم چیپر رو بگیریم که مثلا فرض کنیم چیپتر رو بگیریم که کارمون راحتتر انجام بشه و اینا ببینید آره خوبه این چیپ بگیریم ولی بعضی موقع ورک نمیکنه براتون به خاطر اینکه وقتی میخوایم وارد کانستراکشن مورگیج بشین لندری که میخواد بهتون وام بده برای کانستراکشن میخواد مطمئن باشه که تمام مسائل و جوانبی که ممکنه اتفاق بیفته تو این دوره که شما دارید خونه میسازید کاور بکنه اون پراپرتی رو اگر چیزی رو از قلم انداخته باشه اون اینشورانس چیپه که گرفتین و یا کاور نکرده باشه بهتون کانسترکشن مورگج نمیدن مجبورتون میکنن که برین یا اپدیت بکنین اون آپگرید بکنین اون اینشورانستون رو یا اینکه اگر اون اینشورنس کمپانی که مثلا شما ازش اینشورنس گرفتین نداره اون پروداکت رو که اون لندر میخواد مجبورین برین از یه اینشورنس کمپانی دیگه یه اینشورنس دیگه بگیرین نهایتا مجبور میشین دو بار پی کنین تو این حالت خب اومدین مثلا خواستین چیپتر براتون تر تموم بشه در صورتی که براتون گرونتر تموم شه پس لود کنین اولین کاری که میخوایم بکنین اینشورنسی که میخوایم بگیریم برای خونه سعی کنین تمام چیزایی که لندرها برای اینشورنس میخوان که شما داشته باشین و داشته باشین خب اینشورنسی که دارین برای شروع شما پرمیت رو گرفتین کاراتون رو انجام دادین میتونید خونه رو دمالش بکنین دمالش که کردین فاندیشن رو انجام میدین بعد از فاندیشن کارهای دیگر رو که انجام میدین مثلا رسوندینش به فریم هم زدین حالا یه مقطعی از کار انجام شده تو این مقطع شما بایستی بیاد حالا میگین دیگه مثلا فرض کن 230000 دلار خودتون پول داشتین گذاشتین و الان از اینجا بعد دیگه پولی نیست که بخواید پروژه‌تون رو تموم بکنید از اینجا بعد میتونید می یه کانستراکشن کانسترکشن مورگش معمولا به این صورت کار میکنه من به صورت کلی دارم میگم باز کیس با کیس فرق میکنه ببین شما برای اینکه یه خونه ای رو بخواین تموم بکنین چهار تا چهار پنج تا آیتم رو باید در نظر بگیرید یک خونهتون رو چند خریدین اون خونه که خریدین که الان خرابش کردین یه خونه ای وجود نداره فقط لنده پس لند ولیوتون چقدر هستش خب پروژه، پروژه که دارین س... میخواین شروع بکنین هزینه ای که میخوایم بکنیم که این خونه تموم بشه ساخته بشه چقدر اصطلاح هم بهش هارد کاست سافت کاست میگن باجتتون رو در واقع میخوان که ببینن چقدر این هزینه میبره که این خونه تموم بشه و در نهایت فیوچر والیو اون خونه که این خونه تموم بشه حالا چقدر ارزش داره خب این چند تا اطلاعات اولیه هستش که بایستی تهیه بکنید برای مورگج برکرتون که بتونه براتون کانستراکشن مورگج بگیره لندر uh, به این نگاه میکنه که اگر این خونه یادتون هست من یه تقریبا 10 دقیقه یه رو به پیش داشتن راجع به سکند مورگج 75% گلوبال لیمیت داشتن صحبت بکرد این هم تقریبا همون حالته میان میگن که اگر فرض کنید یه خونه که شما خریدین یک و فرض کنید 500 هزار دلار خود پراپرتی بوده یه میلیون قیمت زمینش هست شما میخواد یه چیزی حدود فرض کنید یه میلیون دلار هم روش خرج بکنید بسازش بشه دو میلیون لند ولیو و هارد کاست و بعد تو اون مارکت وقتی خونه تموم شد نسبت به نیبرهود لوکیشنی که شما اونجا خونه خریدیم مثلا این خونه ها در میاد براتون دو هفتصد دو پونصد یا خونه مثلا تو منطقه دو پونصد هستش خب، حالا کاری نداریم میخوایم بفروشین ولیوی اون خونه تو اون مارکت تو اون نیبرهود که خونه ها ساخته شده نیبرهودش اینجوری هستش میگم مثلا این خونه ها تقریبا روی دو پونصد مثلا ارزش داره این فیوچر والیو خونتون هست حالا اینو کی تایید میکنه اینو اپریزری که اوردر میده لندر برای اینکه به شما کانستراکشن مورگج بده پلنتون ریویو میکنه به خدمت شما لند کاست یا به لند والیوتون رو در میاره اون کاستی که قرار هست روی خونه انجام بدین در میاره مارکت والیو خونه رو تو اون منطقه ببینه یه قیمتی در میاره اون قیمتی که در میاره میشه مبنای محاسبه مورگج شما میان میگن هفتاد و پنج برید من یه پرانتز باز کنم من دارم به طور کلی میگم حالا ممکنه یه جا بیشتر یه جا کمتر بدم ولی به طور کلی جنرالی اینجوریه میگن هفتاد و پنج درصد فیوچر ولیو خونه رو در نظر بگیرید مثلا دو میلیون و پونصد دو میلیون پونصد هفتاد و پنج درصدشون میگیرن یه عددی میشه اون عدد میشه مکزیم و که شما میتونید روی خونه داشته باشید حالا الان چی داریم؟ یه فرست مورگج داریم حالا اگر داریم چون ممکنه خونه رو کش خریده باشین یا مرگج روش نداشته باشین اگر نداشته باشین که خب خو... کلش میشه در واقع اکویتی توی خونه یعنی مرگج نداره 75 درصد شما میتونید کاستراکشن مرگج بگیرید حالا اگر نیاز داشته باشید اون رقم رو اگر نه میگن میگه 75 درصد گلوبال لیمیت اون رقم اون 2500 که داریم صحبت بکنیم که ارزش کنه در آینده خواهد بود 75 درصد اونو میگیره میشه لیمیت شما منهای فرست مورگیجتون میکنن که حالا هر چقدر هست شما به بانک دارین بقیهش میشه لیمیتی که شما میتونید به عنوان کانسترکشن بگیرید حالا این این اه, کانسترکشن چجوری ورک میکنه برای شما کانسترکشن معمولا به این صورت هستش که شما بایستی حداقل یه سری هزار 200000 دلار هزار دلار نسبت به پرو، پروژکتی که دارین پروژکتی که دارین انجام میدین حالا رقمش هر چقدر که هستش یه بخش قابل توجهی و معمولا میگن دمالش کرده فاندیشن زده فریم و زده رسیده به مثلا سقف توی تو یه همچین حالتی که رسیده باشین میتونین بیاین و به اصطلاح اپلای بکنین برای کانستراکشن اون 75 درصد که که, که صحبتش کردیم حساب کردن دو تا تا کرده که چقدر شما کوالیفای میشین برای سکر مورگج مثلا فرض کنید برای همچین دیلی که داریم صحبت میکنیم مثلا شما 950 دلار جا دارید به عنوان کانستراکشن استفاده بکنید از این 950 دلار شما که کل داستان هست که میتونید وام بگیرید بسازید برای اونجا میگید من آردی مثلا 200 هزار دلارش رو خرج کردم اون 200 هزار دلار رو بهتون برمیگردن به عنوان فرست درا یادتون باشه توی کانستراکشن مورگیج شما میتونید حالا بعضیا تو سه تا چهار تا درا میدن بعضیا آن لیمیتد درا میدن بستگی به کیز شما داره به پروگرس شما داره که چجوری کارتون رو داره میبرین جلو ولی معمولا با سه تا چهار تا درا میشه کارش انجام داد روی هر درایی که میگیرین اینا چون اینترست اونلی هستش از روزی که پول میگیرین پول اول درای اولو میگیرین شروع میشه تا به درای دوم و درای سوم و درای چهارم برسه این, این، تا این مس... اینجا داشته باشیم یه ساعت کوتاه بکنیم برگردیم من جاها رو براتون توضیح بدم که به چه صورت ورک میکنه Are you planning to purchase a home or refinance your existing mortgage? You may want to start off with finding the right mortgage broker. Here are a couple of pointers to bear in mind when choosing a right mortgage broker. A competent mortgage broker provides you with a lot of information about the process and the product they are offering you. They should always provide you with details of the given deal instead of just making you sign off on a commitment with limited information. The product or the service they are offering you must best suit your qualifications and financial needs. A good mortgage broker will look for the best product matching your short and long term needs, as opposed to just focusing on the lowest interest rate. Always look to find if there are positive reviews or online testimonials about their services. At Mortgage Transit, the services we provide will save you time and money. Mortgage Transit, your journey home. خدمت شما از شود که رسیدیم به درا ببینید تو کانسترکشن شما میتونید تا سه تا چهار تا پنج تا حالا بستگی به پراجکتتون داره که بخواید انجام بدین درای مختلف بگیرید یاد اون باشه کانسترکشن مورگیجی که شما میگیرید نرخ بهرش به این صورت کلکلیت میشه اینترست اونلی هست یعنی شما فرض کنید برای 750 هزار دلار مثلا کوالیفای شدین که کانسترکشن مورگیج بگیرید حالا ریتا هم بالا پایین داره یه جا میگن اینو میدیم یه جا میگن اونو میدیم ولی معلوم به طور عرفی بگم مثلا هفت و نود و و نیم هشت و نمیدونم بیست حالا هفت و و پنج بستگی داره با کجا دارین کار میکنین بهتون به عنوان ریت مورگج میدن بعد یه چیزی بین یک تا دو درصد به عنوان لندر فی از شما خواهن گرفت و اعتمالا یه ریتی هم برای بروکرتون حالا لندر بروکر فی بهش میگن میزن. مجموع اینا میشه اون ریتی که شما دارین میگیرین که معمولا معمولا الان توی مارکت یه چیز حدود بین ده جمعا میخوایم حساب بکنیم یه چیز بین ده تا زیر یازده حساب میشه تقریبا حالا اگه بیشتر کسی داره جای میده حالا اون داستان خودشو داره ولی تا معمولا تا 11 اوکیه میتونیم تا یازده بگیریم حالا چجوری ورک میکنه شما اون یه درصد دو درصدی که حالا قرار است به اون لندر فی بدین یا بروکر فی بدین یا هر چی که اسمشون میخواین بذارین اون روز کلوزینگ از روی درایتون کم میکنن بعد بهتون میدن ولی اون 750000 دلاری که داریم صحبتشون میکنیم میان میگن که مثلا فرض کنید اگر با هفت و نیم حساب بکنن سیمپل اینترست بهش میگن یعنی میان 750000 دلار رو ضرب در 7 و درصد میکنن میشه بهره یک سال خب حالا پروژکت ممکنه یه سال طول بکشه ممکنه دو سال طول بکشه بس داره به پروژتون که چجوری هستش ما حالا فرض کنیم همون یک ساله هست ترم مرگشتون معمولا یک ساله بهتون میدن معمولا اوپن بعد از دو سه ماه یا بعضی ها میگن با 15 روز نوتیس فوری پید اوپن میتونه باشه این این کاندیشن های معمولی هستش که اکثر کانسترکشن لندر ها بهتون میدن یادتون باشه خیلی مهم هستش که شما دارین وقتی دیل میکنین از کاندیشن های اون کامیتمنتی که میخوام بهتون بدن آگاهی زیاد داشته باشین با اطلاع کافی برین جلو انجام بدین به این اونسان ممکن در آینده به مشکل بخوریم معمولا همهشون فولی اوپن هستن شما برای کیس اول جای اول که میخوایم برین حالا 750 دلار اپروو شدین ولی نمیبینین که کل 750 دلار الان بگین چون بتونم نمیدن که بخوام بگیریم یاد باشه تو کانستراکشن کار باید انجام بشه بعد به شما پول میدن نتیجتا میان اون قسمت اول که شما اومدی دمالیش کردی فاندیشن زدی فریمینگ زدی رسوندیش مثلا به صف 300 هزار دلار خرج کردی اپریزر هم اومده اصطلاحا بهش میگن ورکینگ اون رو ریپورتش رو تهیه میکنه میگه مثلا این تا الان 350 هزار دلار مثلا خرج شده از این 350 هزار دلاری که حالا شما مثلا فرض کنید کوالیفای میشین برای جای اولتون بگیرین 10 درصدش رو هولد بک نگر میداره لنده این یا اورفی همه همه جا هستش که بعد از 45 روز بعد از اینکه کامل چو پراپرتی بهتون برمیگرده هزینه های ابتدایی اون حالا لندر فی بروکر فی نمیدونم لویر فی همه این چیزهایی که قرار هست اون روز اول شما بدید و از همون جای اول معمولا کم میکنن ما با تفاوتش هر چی که بشه به شما به عنوان اه اه، کار برای کار انجام شده بهتون پرداخت میکنن تو این حالت شما فرست را رو انجام دادین فرست راتون مثلا شده سی هزار دلار در درصدش رو کم میکنن 30000 دلار هزار دلار بهتون میدن بهره از این لحظه شروع میشه به تیک خوردن برای تا زمانی که پروژهتون تموم بشه حالا میرین جلو شروع میکنین حالا این 230 هزار دلاری که گرفتین میرین مثلا فرض کن اگه از کسی حالا قرض کردین یا خودتون پول داشتین حالا هر چی که بوده شروع میکنین به اوردر دادن برای سری بعد که بیان کار انجام بدن یا تو, تو کانستراکشن هر چقدر زمان پروژه زیاد طول بکشه نتیجتا شما انداب میکنین به اینکه بیشتر بهره بدین پس خیلی خوبه که کاری رو که میخوایم شروع بکنه از ابتدا تا, آخر, تا آخر پلان کرده باشین بلا فاصله تریدایی که قرار هست بیان براتون کار کنن زودتر بیان کاراشون رو انجام بدن معمولا یه پیش پرداختی به تریدا میدن مثلا میگن بیاین مثلا فرض کنید برای این اینسالشن یا مثلا فرض کن درای یا مثلا هر چیزی که هستش قرار است انجام بشه یه حالا یا پیش پرداخت بهشون میدین یا اینکه میگیم بیان کار انجام بدن بعد از اینکه کار انجام شد اپریزر حالا میاد دوباره اپریزر میاد نگاه میکنه ببینه از دفعه آخری که اومده اونجا رو دیده تا الان چه تغییری کرده اگر تغییر به, حس... به... انجام شده باشه و شما خرج کرده باشین اونجا حالا باز همین پروسس دوره انجام میشه حالا میاد میگن از اول که 300 هزار دلار خرج کرده بودی الان هم مثلا 200 تا خرج کردی شده 500 تا خب. روی 500 تا 10 درصدش رو برمی‌دارن میشه مثلا 450 تا قرار به شما بدن از 450 تا اون درای اول بهتون اون اونو کم میکنن با تفاوت هر چقدر بمونه میشه درای دوم درای دومی که بهتون میدن حالا درای دوم برنامه از اونجا شروع میشه خب همینجوری میره جلو یه چیزی که یادم بگم بهتون معمولا اکثر کسایی که کانستراکشن لندر هستن بهتون مورگیج برای این کار میدن ازتون ماهانه پیمنت نمیخوان چه کار میکنن میان این کارو میکنن این uh, ادوانس ازتون آه, اون بهره ای رو که قرار هستش که شما ماهانه بدید کردیت میکنن بس, بس ازتون کم میکنه از کل اون 750 هزار دلاری که شما کوالیفای شدین برای اینکه مورگیج کانسترکشن بگیرید اون 750 هزار دلار رو زم داره مثلا فرض کن هفت خورده ای میکنم میشه مثلا 100 مثلا میگم الان ندارم میخوام حساب کنم فرض کن میشه 100 هزار دلار این صد هزار دلار رو رو 10 درصد اگه حساب کنید 70 خورده ای میشه کمتر از 100 هزار دلار دلار میشه فرض کنید میشه 70 هزار دولار این 70 هزار دلار رو میان از شما از اون رقم 750 هزار دلار کم میکنن پیش خودشون نگه میدارن خوبی این کار چیه؟ خوبی این که شما وقتی را میگیرید دیگه پیمنت ندارین خب این پیمنت نمیخواد هی هر ماه بخوای یه مورگیج داری فرست مورگیج داری اونو میدی بعد بیا حالا سکند مورگیج هم حالا یا اصطلاحا کانسترکشن مورگیج هم یه پیمنت هم روی این داشته باشی نجتا این کارو میکنن باهاتون که شما دیگه خیالات رو راحت باشه که شروع بکنید به ساخت برین جلو پیمنت ها رو آردی ازتون گرفتن اون جلو جلو خب بعد شروع میکنی به ساختن همینجوری سکند را نمیدونم ثرد را همینجوری چهارمی تا پروژهتون تموم میشه پروژه که تموم شد حالا دو تا مورگیج داره این روش به من خیلی دارم تون میگم که اینو جابش بکنم که زودتر وقتمون تموم نشه فرض کنید الان رسیدی به نقطه آخر که الان پروژهتون تموم شده الان خونه آماده است آماده است که بخواید موو بکنین توش و به صلاح برای خونه جدیدتونه خب دو تا مورگج روش دارین یه دونه مورگج دارین که فرست مورگج هستش که اول اول گرفتین یا احتمالا اگر هم نگرفتین خونتون کش بوده خریدین الان فقط پس یه دونه مورگج داره که همون کانسترکشن یا اینکه یه مورگج دارین روش که فرست مورگج و کانسترکشن اون مورگج اولی که گرفتین خب از بانک من بلند گرفتین با ریت پایینتر گرفتین پرنسپل اینترست دارین میدین خونه کانسترکشن مورگج که دارین فقط اینترست اونلی میدین زمانی که کار تموم شد میتونین این دوتا مرگج رو ریفایننس بکنین بیارنش تو یک مرگج یعنی خونه رو که نو شده حالا بیان ریفایننس کنین چون اکویتی هم الان توش زیاد هستش چهار دلار گفتیم پونت هزار دلار روش مورگیج داشتین شیست دلار مثلا کانسترکشن گرفتین ولی خونه دو خورده میارزه چون اکویتی تو خونه دارین اینو میگنین ریفایننسش میکنین حالا چقدر بدهی دارین کارهای دیگه هستش حالا هرچی که هستش اینا رو کانسالیدیت میکنین تو یه مورگیج و از اینکه یه خونه نو الان دستتون هستش لذت میبرین و مرگجتون هم میشه یه دونه پیمنتتون هم میاد پایین میشه پرینسپال اینترست ولی حالا اینکه اون روزی که میخواید دیسچارج بکنید چقدر حساب کتابتون هستش اینه و اینا اون بر اساس کامیتمنتی که روزی که از کانستراکشن لندرها براتون مورگیج بهتون دادن اون موقع لویرتون براتون حساب کتاب میکنن خودشون هم دیسچارج رو, رو میفرستن میگن انقدر ما دادیم انقدر باید میگرفتیم اینقدر نمیدونم دادن ایشون اینجوری و اونجوری همه این رو حساب میکنن نهایتا میگن اینقدر بدهیشون به ما هست این اون رقم رو پی میکنید دیسچارج میشین و یه مورگیج به صلاح ریفارنس میکنید به یه مورگیج برسه این هم بحث کانسترکشن مورگیج بود که خواستم امروز خیلی خلاصه سعی کردم بگم براتون اگر حالا باز سوالی چیزی در این رابطه داشتین خوشحال میشه در خدمتتون باشم امروز برای رو به اینجا تا اینجا که صحبت کردیم به اطمان میرسونیم بحث کانسترکشن مورگیج و داستانهایی که از سوال شما بود برای استرس تست سکر و کالکشن بجت بود که صحبت کرده بودیم اونا رو کاور کردیم ان که بتونیم حالا بر های بعدی اگر موردی بود بیشتر اه, توضیح بدم براتون هفته دیگه اه, میخوام در رابطه با دو سه مطلب صحبت بکنم اه, صحبت من بیشتر روی اه, بحث نیو تو کانادا خواهد بود خیلی سوال میشه در این زمینه که اونایی که نیو تو کانادا هستن چه کار باید بکنن چه باید مورگج بگیرن و به به چه جایی رو بعد به چه کارهایی رو بعد بکنن آمادگی داشته باشن این یه مسئله هستش بر نیوتی کردا صحبت دوم هم هستش در رابطه با کسایی که میخوان سیکن پراپرتی بخرن پس هفته بعد صحبت ما در رابطه با نیوتی کردا و سیکن پراپرتی یا انویسمنٹ پراپرتی حالا میتونه رنتال هم باشه که رو اون چجوری کار بکنید که چه کار بکنید که اگر خواستین سکن پراپرتی بخرید طبق معمول برنامه ایمیل من هستش رفی at amgtv.ca info at تلفن من رو وبسایت هست ایمیل هست این ایمیل هم که داریم میبینی اینجا هستش رفی ای با من در تماس باشید خوشحال میشم که اگر بتونم کمکی بکنم براتون Uh, هفته دیگه برنامه فکر کنم خوبی باشه سوال اگر داشتین در خدمت رو خواهم بود اگر نه که حالا یا سوال های هفته قبل رو کابر میکنیم و موضوع هفته آینده که uh, شد نیوتی کندا و سیکن پروپرتی شبتون دو خوش هفته خوبی داشته باشید uh, تا برنامه بعد